سلام دوستان عزیز به کانال فوتباس خوش اومدید امروز اومدیم به خلاصه بازی دو تیم النصر و التعاون امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید بازی که کریستیانو رونالدو ناکام بود در در اون بازی و تیم التعاون تونستش تیم النصر رو شکست بده بریم با خلاصه بازی رو ببینیم و شروع کنیم با ترکیب تیم النصر عبدالله در دروازه تیم النصر بود سلطان قنائم الاواجامی الوع... الوع... جامی الامری کاونان فوفانا عبدالله الخیبری سادی امانه... مارسلو مارسل بروزویج تالیسکا و کریستیان رونالدو در ترکیب تیم الس بودن برای سفارایی با تیم التاوون کریستیان رونالدو که در تصویر میبینید بعد از اون مسئولیتی, مسئولیتی که داشت در مقابل تیم الهلا و پیچ خوردن زانوش که درخشش عجیبی هم کرد توی این بازی امروز بالاخره برگشته بود به ترکیب تیم النس بعد از یه بازی وقفه ای که افتاده بود و کریستیانویی که مصوم شده بود بریم ما یه خلاصه بازی رو ببینیم اینجا بازی تیم النس فرصت گلزنی دارن ارسال روی دروازه اما ده از طرف بازی تیم التعاون صورت میگیره البته آفساید هم اینجا اعلام شده یه بار دیگه از کنار میخوان حمله رو شروع بکنن ولی ضربه ای سر دوباره از بازیکن تیم التاوون سادیو بود که توپ رو ارسال کرد روی دروازه تیم التاوون اما کار به جایی نبرد و ضربه ای سر توسط بازیکن تیم التاوون انجام شد اینجا بازیکن تیم التاوون بود که داشت دریپ رو انجام میداد روی بازیکن تیم الاس فلاویو بود که اونجا دیپ کرد اما اینجا گلزنی بازیکنه بازیکن تیم التعاون ببینید اینجا ضربه سر بازیکن تیم التعاون تاوان با روی ارسال ماتیوس در بین قفلت بازیکنه تیم اللس اینجا ضربه خودش رو زد تاوانبا و با یه ضربه سر دروازه تیم اللس رو تونستن باز بکنن ببینید اینجا واقعا مدافعه اللس معلوم نیست که کجان راحت ارسال میکنه و ضربه ای که به راحتی هر چه تمامتر بازیکن تیم التهاوا میزنه کریستیانوی که واقعا خسته شده از این وضعیت و امسال واقعا دیگه بر قهرمانی میخواد به جنگ تیم الناس و کریستیانو رونالدو و یه افتخار دیگر شاید بخواد کسب بکنه اینجا ضربه بازیکن تیم اللسر فوفانا اما سیو توسط مایل سون صورت گرفت پر از بازی خارجی لیگ عربستان مارسل وروزوی سانت میکنه اما باز هم دفت صورت میگیره توسط بازی کنه تیم التاوون مارسلو بروزویش دوباره از سمت راز نفوذ کردن راه به جای نمیبره و اینجا هم هواداره تیم النس رو میبینید هواداره این تیم که برای این بازی اومدن و اینجا هم جورجینا رو میبینید همسر کریستیانو رونالدو کریستیانو رونالدوی که گفته بود چند وقت پیش که این لیگ به یکی از لیگ های خوب دنیا تبدیل میشه اما همه مسخرش کردن اما حالا تمام ستاره ها دارن میان به سمت این لیگ اینجا کاشته رونالدو رو دیدی که خورد به دیوار دفاعی ضربه سر بازیکن تیم الناس کی بود اونجا ضربه سر زد مدافع جلو اومده بودی بود که اونجا ضربه سر رو تونست بذاره عبدالله الامری کریستیان داره سعی میکنه که بتونه گلزنی بکنه برای تیم النصر ببینید اینجا رو ضربات سر فشار زیاد از طرف تیم النصر اما تیم التاقون داره فوق العاده دفاع میکنه گوله رو جمع میکنه اینجا توپ رو هشت دقیقه وقت اضافه اعلام کرده داور مسابقه و نیمه اولی که سوتش خورده میشه و حالا نیمه دوم باید ببینیم که شایران تیم کریستیانو رونالدو چه عمل کردی میتونن از خودشون توی نیمه دوم نشون بدن از این ور حمله صورت گرفته اکسای بازی رو هم با هم دیگه میبینیم اینجا کاشته ای که فوپانه میزنه یه بار ارسال کنار ببینیم اینجا چی میشه و ضربه ای سهر این بر از تالیسکا بود حالا بازی کنه تیم حل دوباره داشتن حمله میکردن دفعه از بازی کنه تیم حل این زده حمله شده سادی اومانت رو ارسال میکنه اما نمیرسه به کریستیانو حالا کریستیانو رونالدو میتونه گلزنی بکنه میتونه اما مدافع تیم حل میزنن توپ کریستیانو رو اینجا فرصت گلزنی داشت اما نتونست استفاده بکنه از این فرصت هم شده محکم مارسل بروزویچ حالا تیم التعاون فرصت گلزنی داره و توی دروازه توی دروازه گل برای تیم التعاون ببینیم اینجا رو با او ساین تونستش گلزنی بکنه اینجا بود که تیم التعاون گلزنی میکنه و النصر یک گل رو دریافت میکنه و همونطور که میبینید بازی دو هیچ به سود تیم التوان تموم میشه امیدوارم که از این ویدیو دوستان لذت برده باشید لایک سابسکرایب و شیر یادتون نره